حالا به بنده خاتمه پیدا کرده، حالا اگر سوالاتی باشه مطرح فرمایید. از آقای طباطبایی خواهش میکنم که اداره بفرمایند و سوالات مطرح کنند. سوالات داری مطرح بفرمایید، آقای میتونم سوال بکنم؟ آقای مهرآوری بفرمایید. روی که جلسه قبل داشتیم راجع به جریان سیاه کل و اون عده‌ای که به پست ژاندارمری سیاه کل حمله کرده بودن و اسامی 9 نفرم اعلام شده بود، میتونید بفهمید که وضع اون الان در چه حاله، اون 9 نفر در چه مرحله هستند و بقیه جریاناتی که مربوط به کار اونا میشه؟ درباره افراد اون شبکه همطوری که اشاره فرمودید با در فروردین ما اطلاعات کافی در اختیار عامه گذاشتیم و راجع به ارتباطاتشون با عراقی ها و اقداماتی رو که انجام داده بودن و همطوری که باز اشاره فرمودید ما هم در اونجا اشاره کردیم که چند نفر از افراد این شبکه متواری هستن. بعد هم که اسامی اون 9 نفر منتشر شد، در اون فاصله یعنی از موقعی که به اصطلاح اینا متواری شده بودن تا بعد از مصاحبه و بعد از چند مدت، یعنی در واقع در فاصله 2 ماه، اینها تونستن یه اقدامات دیگری هم انجام بدن، یعنی با بعضی از اشخاصی که قبلا روشون کار کرده بودن یا آمادگی های در اینها به وجود آورده بودن تماس های گرفتن و چند نفر از اونها پیوستن به اینها. 3 نفر از اینها رفتن به عراق، در اونجا تماس گرفتن مجددا با مقامات بعثی عراق و چند نفر رو به عنوان کمک گرفتن و بعد یه مقدار زیادی هم اسلحه و مهمات و پول هم تحویل گرفتن اومدن اینجا. در این مدتی که اینها این فعالیت ها رو انجام میدادن چند اقداماتی هم که اینها کردن که به موقع منتشر شده. از جمله اقداماتی که اونها کرده بودن همونطور که استزاده در 14 فروردین ما یه حمله کردن به کلانتری قلهک و نگهبان کلانتری قلهک رو کشتن و یک قبض مسلسلش رو گرفتن که بعد البته این مسلسل به دست اومد. و همینطور در 18 فروردین ما چند نفر از افراد همین شبکه اقدام کردن به سوء قصد به مرحوم فرسیو. بعد اقدامات دیگری هم که اینها کردن عبارت بود از سرقت بانک خیابان آیزنهاور و همطور سرقت بانک های ظفر و میرداماد و همطور دوستا انفجار که یکی از اونها انفجار بود که در میدان 28 مرداد نخبه دوله پیش اومد در پاسگاه پلیس و همطور یه انفجار بود که در وزارت دارایی حاصل شد که وسیله افراد این شبکه انجام شد. افراد این شبکه با همکاری صمیمانه مامورین شهربانی و ژاندارمری و مامورین ما تعداد زیادشون دستگیر شدن، اونایی که بعداً پیوسته بودن و یا همون افرادی که قبلا بودن یا اونایی که از عراق اومده بودن. چند نفرشون که از جمله به اصطلاح اون عاملین قتل مرحوم فرسیو در برخورد با مامورین کشته شدن که در این باره اطلاعات لازم به موقع در اختیار مردم گذاشته شد و منتشر شد. از این افراد باقی مونده که عرض کردم یه مقدار اصل مهمات هم باز آورده بودن، یه مقدار زیادی باز اصل مهمات به دست اومده است که باز جزء همین اسلحه ها هستش، این مقدارش که ملاحظه خواهید فرمود. و افرادی که باقی موندن از این شبکه، از اون 9 نفری که اسمشون منتشر شده بود 3 نفر باقی موندن و بعد هم 2 نفر هم بعدن از عراق اومده بودن به اینها ملحق شدن باقی موندن. و این اقدام اخیر مربوط به سرقت بانک ملی که 2 نفر رو به صد قتل رسوندن، از جمله رئیس این بانک ملی و همطور اون سربازی که در اونجا بوده، از اقدامات اینها بوده. و همطور که عرض کردم این 3 نفری که از اون 9 نفر هستن و اون 2 نفری که بعدن اومدن که یکشون هم از اینا رو اسمش رو منتشر شده است در مطبوعات، این از اقدامات این آقایون بوده است که اشاره فرمودید. درباره اینها بنده از فرصت استفاده می‌کنم یه مطلب جام اضافه می‌کنم که اینها روی بسیار ندانمکاری، روی عدم آشنایی با وسایل انفجاری در 1-2 مورد افراد این شبکه جان خودشون از دست دادن. از جمله اینها یه موردش مربوط به موقعی است که اینها می‌خواستن به بانک آیزنهاور بسیار حمله بکنن، یکی از افراد این گروه داشته است یک ماده آتشزا انفجاری می‌ساخته، از همین مثلا کوکتل‌های مولوتوف و بطری آتشزا. به علت عدم آشنایی با ساختن اینجور وسایل این ماده انفجاری منفجر میشه و ایشون به شدت مجروح میشه. دوستانش که 2 نفر از دوستانش که در اون منزل بودن ابتدا سعی کردن که خودشون معالجهش کنن برای اینکه بیم داشتن از اینکه ایشون منتقل کنن به بیمارستان، نتیجه این مدت زیادی رو وقت تلف کردن
و موقعی تصمیم میگیرن که بیمارستان منتقل میکنن که وضع خیلی بدی داشته، بعد منتقلش میکنن به بیمارستان آسیا. در بیمارستان آسیا ایشون فوت میشه به علت همین شدت جراحات و طولی که کشیده بوده. بعد اینا هم جنازه‌شو میندازن و در میرند و جنازه‌ش هم تحویل نمیدن. یه مورد دیگه هم باز پیش اومده است که وضع مشابهی بوده است، مربوط به این گروه که باز مشغول ساختن بمب و اینها بودن که منفجر میشه و یکی از افرادشون کشته میشه، ولی شدت جراحات به حدی بوده است که بعداً هم ما نتونستیم هویت این شخص رو مشخص کنیم که کی بوده است. عرض کنم که درباره این انفجارها یه ارتباطی هم میشه دادش به این انفجاری که در شیراز پیش اومد که مرزی میفرمود که ما به علت عدم آشنایی اینا مثلا میرن در عراق به اینا تعلیمات میدن، تعلیمات ناقص بعضی از اینا میگیرن و بعد میان میخوان اینجا تعلیمات بدن، به این ترتیب جان خودشون از دست میدن این افراد. به این ترتیب مثلا مرزی میفرمود که دو نفر به این ترتیب و سه نفر در شیراز. به هر حال اینا اشخاصی بودن که برای بیگانگان میخواستن اقداماتی بکنن و بعد خودشون قربانی این اقداماتی که میخواستن خودشون بکنن شدن. درباره این گروه بنده توضیحاتی که دادم استم کنم. سوال دیگه است آقای دکتر رحمتی بکنم. سوال بنده این است که آیا راجع به این علل و انگیزه های اینجور اقدامات انحرافی مطالعات شده و اگه مطالعه شده یه توضیحی بیزمت بدیم؟ درباره علل این انحرافات البته ما بررسی میکنیم، بررسی های زیادی هم در این زمینه داشتیم. اگه خاطر جناب علی باشه در همین مصاحبه که ما در فروردین ما داشتیم توضیحات مفصلی در این مورد دادیم که به سابقه کارم مراجعه بشه ملازم خواهید فرمود در اونجا توضیحات مفصلی داده شده است. ولی در اینجا بنده توضیحی که میتونم خدمتون عرض بکنم این است که یکی از این عوامل به طور یقین تحریکات و تلاش‌های بیگانگان هست، یعنی بیگانگانی که منافعی دارن علیه ایران، یعنی سیاست مستقل ملی ایران مغایرت داره با منافع اینها، ثبات و امنیتی که در ایران هست مغایرت داره با منافع اینها، و این کشورها که در همه بلوک‌ها هستند چه در جهان غرب چه در شرق و چه جهان سوم که به طور نهان آشکار یک اقداماتی رو علیه ایران می‌کنن. مثلا در حال حاضر هم اینها بهترین جا رو برای اینکه از اونجا بتونن به این تلاش ها رو انجام بدن عراق دیدن، به علت اینکه وضع متزلزلی داره عراق و این دست ها برحال از آستین عراق در میاد و به این ترتیب در اونجا این تحریکات رو انجام میدن. همطور که عرض کردم خود عراقی ها قادر نیستن به تنهایی این تحریکات رو به علیه ایران انجام بدن و این کشورهای دیگری هم هستن که به نحوی از آنها به حال اوضاع ایران رو تایید نمی‌کنن به حساب خودشون و مخالف منافع خودشون بودن، به این ترتیب این تحریکات رو انجام میدن. بنابراین یکی از عوامل میتونه به طور یقین تحریکات و تلاش‌های بیگانگان باشه. عامل دیگری رو که بنده میتونم اینجا خدمتتون عرض بکنم شاید بشه گفتش که اصولاً اسیانی است که در حال حاضر از لحاظ بین‌المللی میشد گفت در بین همه جوان‌های دنیا هست، در اروپا، آمریکا، آسیا، آفریقا، همه جا ملزمی فرمایید که یک حالت اسیانی هست. حالا ماهیت این اسیان چی هست؟ یک بحث مفصلی داره و محققین بایستی دربارش تحقیق بکنند و بگن. ولی خواهناخواه این اسیان وجود داره، میبینیم هر روزه در دانشگاه‌های مختلف دنیا، تو آمریکا، تو انگلیس، تو فرانسه، تو چین، تو شوروی، همه جا هستش از این جور تشنج. حتی اخیراً خبرشو ملزمی فرمودید که در سوئیس هم گفتن که یه شبکه پارتیزانی کشف شده است که چند نفر از افراد سوئیسی یه مقدار زیادی اسلحه و مهمات انبار کرده بودن که می‌خواستن کار پارتیزانی بکنن. موضوع این فهمیدم که در اونجا هم هست. در کشورهای پیشرفته، نمی‌دونم در حال توسعه، همه جا از این جور اسیان‌ها وجود داره. بنابراین یکی از عوامل می‌تونه این عامل اسیان بین‌المللی جوانان باشه. درباره سایر علل و جهات هم باز البته فرصت بیشتری باشه ممکنه بشه توضیحات بیشتری داد، ولی در صورت محققین و باید در این زمین رو تحقیق کنم. اون چی که بنده فعلا به نظرم رسید این بود که خدمت رو عرض کردم. سال دیگه هست آقای دکتر شهید بفرمید. خواستم توضیح بفرمید که بعد از اون که به مقامات مسئول ایرانی ثابت شد در کنفدراسیون دانشجویان عده‌ای به اصطلاح مخالف ایران و رژیم ایران شرکت دارن و از طرف دولت ایران اون سازمان ها غیر قانونی شناخته شد، وضع دانشجویان و اونهایی که در اونجا شرکت دارن چیه؟ عرض کنم که این اقدامی که دادسی ارتش کرد مبنی بر غیر قانونی اعلان کردن کنفدراسیون اثر مثبت داشت.
به این ترتیب که بعد از این جریان در کنفدراسیون و سازمان‌های تابعش اشخاصی که قبلا از ماهیت کنفدراسیون اطلاع نداشتند بعد اطلاع پیدا کردن از ماهیت ضد ایرانیش و ارتباطاتش با بیگانگان، اینها خودشون رو کنار کشیدن. به این نفع که در کنگره 13 کنفدراسیون که همین دیروز خاتمه پیدا کرد و چند روز گذشته تشکیل شده بود، تعداد افرادی که شرکت کرده بودند به نسبت کنگره‌های قبلی از 1/3 هم کمتر بود. در حال حاضر در کنفدراسیون افرادی که باقی موندن چند دسته هستند. یه تعدادشون از همون اعضای احزابی است که اشاره کردم خدمتتون، مثل سازمان انقلابی و جبهه به اصطلاح ملی، که هر کدومشون یه ارتباطات خارجی خاصی دارن. و یه تعدادی هم از افرادی هستن که به طور غیر مستقیم شاید گفتش که حامی منافع خارجی ها و بیگانگان هستند، اونهایی که به هر حال نظراتی دارند و اوضاع ایران رو مخالف وضع سیاست خودشون میدونن. یه تعدادی از افرادی هم که باقی موندن شاید گفتش که به هر حال مامورین سازمان های اطلاعاتی کشورهای مختلف هستند، که خانقا همه کشورها مایل هستند که درباره یک سازمانی که هست، مخصوصا الان مسئله سازمان های دانشجوی و جوانانی حساسیت پیدا کرده، اطلاعی داشته باشند درباره وضع اینها. به هر حال مامورین هم اونا دارن. بنابراین اون چی که الان باقی موندن غالبشون حرفه‌ای هستن و اینها هستن. همونطور که عرض کردم تعداد نفرات خیلی کاهش پیدا کرده، شاید کمتر از 1/3 شده، و همونطور که عرض کردم در این کنگره اخیرم اینها به خاطر اینکه مثلا اون سالن رو که در نظر گرفتن پر بکنن، رفتن یه عده از دانشجویان آلمانی و عرب اینا رو هم آوردن که برای پر کردن سال. روابط کنفدراسیون با عراق کماکان حسن است و ادامه داره. اشاره کرده بودیم قبلا در ارتباطاتی که داشتن و روی توافق‌هایی هم که به اصطلاح اینها کردن با هم دیگه، یعنی عراقی‌ها با کنفدراسیون، قرار شده است که همه اخبار مربوط به کنفدراسیون رو رادیو بغداد منتشر بکنه. اونهایی که الان با گفتارهای رادیو بغداد ارتباط دارن و آشنایی دارن و سر کار دارن، ملزم می‌فرمان که خبرهای مربوط به کنفدراسیون رو منتشر می‌کنه. از این جهت خیلی روابطشون حساس است. و بعد افرادی هم که در اونجا بودن مثل ماسالی و کلانتری که اشاره کردم بنده، و اینها در اونجا نشریه به نام باختر امروز، ارگان جبهه ملی خاورمیانه، منتشر میکنن، اینها هم روابطشون با عراقی ها حسن است. و تردد مفصلی هم بین بسیار اروپا و عراق هستش، افراد کنفدراسیون که میاند و میرند اونجا، و کمک های مالی هم به کنفدراسیون میشه از طریق عراقی ها و هم به سازمان ها و احزابی که بسیار تشکیل دهنده کنفدراسیون است. به هر حال وضع کنفدراسیون دانشجویان در حال حاضر این است. آقای فریدپور، صدای مردم. اصلاحایی که اینجا آقای فریدپور لابد مسلوخ هستید که هر چند یک بار شایعاتی در شهر منتشر میشه، فلان جا رو خراب کردن، فلان شخصیت کشته شده، و این همطور که میگرده داستانی یک کلاب چه کلاب میشه و مسئله خیلی بزرگتر میشه. میخواستم از جنابی سوال بکنم ببینم چرا در همون موقع که این شایعات در شهر رواج داره اقدامی نمیشه که خونسا بشه و مطلب اون چی که هست به مردم بگذاریم. بالا بنده باست در این مورد عرض کنم که این قبیل شایعات ارزش تکذیب رسمی رو نداره، چون همطوری که میدونید مخصوصا یکی دو سال اخیر سیاست دولت مبنی بوده است بر انتشار کلیه مسائل. بر این اساس هر حادثه اتفاق بیفته خانه‌ها از طرف مقامات مسئول منتشر میشه. این مسئله که جناب علی اشاره فرمودید، این شایعاتی که منتشر میشه از چند کانال میشود گفتش که منتشر میشه. یکی از این کانال ها همون مطلبی بود که بنده اشاره کردم، مثل آقای عزت‌الله صاحبی که تو نامه اشاره کرده بودن به موضوع انفجار مرکز مخابرات رادیو تلویزیونی چند میلیاردی به سر شیراز که خبر دروغی بود، بعد از رادیو بغداد پخش شد، خب شایعی بود. یا مثلا افراد هم در داخل هم در این زمینه از این قبیل شایعات منتشر میکنن، یکی از این کانال هست. کانال های دیگری هم وجود داره که اشخاصی که این قبیل شایعات رو منتشر میکنن، که یکی از این مراکز متاسفانه بیشتر یه جاهایی به خصوص هستش، مثل بعضی از کلوب های سطح بالای تهران، بعضی از کاباره ها و نمیدونم دیسکوتکا و اینا، که افرادی اونجا تردد میکنن غالبا که کمتر احساس مسئولیت دارن و بعد میخوان در موقعی که اونجا میشینن یه حرفی داشته باشن بزنن، یه مطالبی رو از خودشون ابداع میکنند و اختراع میکنند و بعد شاخ و برگ میدند و یه کلاغ و چل کلاغ میکنند و بعد به هر حال منتشر میکنند که مسائلی است که گاه و بیگاه ملازم میفرمه. بنابراین
قسمت زیادی از این شایعات متاسفانه مربوط به این اشخاص هستش که در این اماکن به اصطلاح سطح بالا میرن، ولی البته خب بعضی از افرادی که در اونجا تعدد میکنن، نه همشون، به این ترتیب به سایر شایعات رو منتشر میکنن. حالا اگر ما قرار باشه به خاطر این شایعاتی که اینها منتشر میکنن مثلا مقامات مسئول رو بیاریم هر روز در تلویزیون حاضر غایب بکنیم، من فکر نمیکنم که عملی باشه، ولی به صورت هر وقت خبری باشه قطعا منتشر میشه و این شایعات اساسی نمیتونه داشته باشه. آقای صدری، شپرینگر، در جرایت خبری منتشر شد قربان که مقامات عربی همراه با این رامشوروان ایرانی تعدادی خرابکار به ایران فرستادن. میخواستم استدعا بکنم که اطلاعاتی در این مورد در اختیار ما بذارید قربان. متاسفانه هنوز اطلاعاتی که آماده شده باشه که در اختیار گذاشته بشه نیست. این مطلبی که جناب اشاره فرمودید صحیح است. این خبری که در مطبوعات منتشر شده در این زمینه صحیح است. بین این افرادی که از عراق معاودت داده شدند یه تعدادی خرابکار هست که اینها دستگیر شدند و تحقیقات از اینها ادامه داره. منتهی هنوز چون تحقیقات خاتمه پیدا نکرده، بنده اینجا فعلا نمیتونم اطلاعاتی بدم و بعد که تحقیقات خاتمه پیدا کرد قطعاً در این زمینه اطلاعاتی منتشر خواهد شد. ولی خود خبر که انتشار پیدا کرده اساسش صحیح است که اشاره کرده. ای خیرخواه کیهان، من ممکنه بفرمایید که تعداد افرادی که در سه شبکه دستگیر شدن جمعاً چقدره و چه مجازاتی تقریباً چقدره؟ تعداد افرادی که در این سه شبکه دستگیر شدن، بنده مورد به مورد خدمتتون عرض کردم که هر کدوم از این شبکه‌ها چند نفر دستگیر شدن، آزاد شدن و چند نفر باقی موندن. بنده خیال میکنم که مجموعاً در حدود 120 نفر الان باقی موندن از این سه شبکه که اشاره کردم. در مورد میزان مجازات متاسفانه بنده نمیتونم اظهار نظر بکنم، چون میزان مجازات تعیینش با مراجع قضایی و دادگاه هاست. البته اتهام اینها مشخص است. اتهام اینها جاسوسی، ارتباط با بیگانگان، تخریب مراکز، تخریب سازمان های مربوط به برق، اصلا که مقاومت مسلحانه در برابر مامورین، تشکیل دستجات اشرار، این اتهاماتی است که اینها دارن، ولی مجازاتش با دادگاه است. استدلال دارید که برای اینکه یک متهمی تعقیب بشه مراحل مختلفی رو بایستی طی بکنه. این مراحل این است که در قسمت اول که مربوط به ما هستش که ما تحقیقات میکنیم، یعنی بازجویی میکنیم از متهمین، پروندهشون رو تکمیل میکنیم. البته هر گونه مدارکی علیه متهم باشه، حتی البته به نفعش هم باشه، به همین ترتیب در پروندهش رو منعکس میکنیم در تحقیقات و میفرسیم به مراجع قضایی که دادرسی ارتش بشه. در دادرسی ارتش تازه بازپرس نظامی مجدد شروع میکنه به تحقیقات، یعنی از متهم تحقیقات میکنه، بعضی مدارکی که له یا علیهش باشه جمع‌آوری میکنه، بعد ممکن است که چه بسا که مورد رو و اتهام رو وارد ندونه، قرار من تعقیب بده برای متهم، ولی موقعی که مورد رو و اتهام رو وارد دونست کیفرخواست صادر میکنه، یعنی بازپرس قرار مجرمیت صادر میکنه، قرار مجرمیت صادر میکنه و در قرار مجرمیت تطبیق میده موارد اتهامی رو و ارتکابی رو با ماده قانونی، میفرسته پلوی دادستان یا نمایندهش دادیار. دادیار البته در اونجا کیفرخواست صادر میکنه و باز تطبیق میدن با مواد قانونی و میفرستن به داد. دادگاه هم خب باز مراحل داره، تجدید نظر و بدوی و اینها، و بعد در دادگاه مجددا دادگاه بررسی خواهد کرد مدارکی که تنظیم شده است و دلایلی که متهمین ارائه میدن، بعد تصمیم میگیره و یک اشکام که تقاضای مجازاتی که برای متهم شده است، این مراحل رو باید طی بکنه تا قطعی بشه، تا قبل از اینکه دادگاه در مرحله نهایی نظرش نده و رأی دادگاه در اینجا قطعیت پیدا نکنه، نمیشود گفتش که یک شخصی چقدر مجازات داره. بنابراین حتی تقاضای دادستان هم درباره میزان مجازات نمیتونه تعیین کننده سرنوشت متهم باشه و معلوم نیست در دادگاه چه سرنوشتی داره. بنابراین فعلا نمیشه متاسفانه بگیم که چه میزان هست، یعنی یا خوشبختانه، برای اینکه همونطور که میتونید از لحاظ قانونی از وظایف مراجع قضایی است و ما اظهار نظری در این مورد نمیتونیم. از این 120 نفر بجز اون دسته هستن که خلاص شدن؟ بله بله، تعداد افرادی که آزاد شدن، عرض کردم مثلا درباره اون جمعیت نهضت آزادی عرض کردم که 100 نفر تقریبا دستگیر شده بودند، حدود 30 نفرشون درجه 3 بود فعلشون، آزاد شدن 70 نفر. درباره سازمان انقلابی عرض کردم که در حدود 35 نفر بودن، 15 نفرشون که درجه 3 بود
باز آزاد شدن 20 نفر رفتن در مورد اون ساکا هم عرض کردم حدود 50 نفر که 20 نفر شدن 30 نفرشون رفتن در حدود 120 نفر از این 6 شبکه پروندهشون به مراجع قضایی فرستاده شده که اونجا باز تصمیم گرفته بشه. حالا میتونید از این اسلحه و مهمات و وسایل انفجاری که از این شبکه کشف شده بازدید بفرمایید. البته در هر مورد مسئول مربوطه توضیح لازم خدمتتون عرض خواهد کرد. مقدمتاً به عرض می‌رسونم اونچه که به رویت می‌رسه تعداد بسیار جزئی از نارنجک‌ها، مواد منفجره و وسایلی است که ضبط شده و در مورد مواد منفجره به علت حساسیت آنها مجبور به تخریب و معدوم تعدادی از آنها شدی. علت انجمادش در سرمای شدید و نشت و خارج شدن نیتروگلیسرین در گرمای شدید تابستان بوده که دستکاری و حمله آن بسیار خطرناک بوده و تخریب و معدوم شده. در مورد توزیع وسایل، این نارنجک جنگی به کمک شیارهایی که در روی آن تعبیه شده به 32 قطعه تقسیم و در موقع انفجار هر قطعه به جهتی پرتاب میشه. بنابراین یعنی چنین نارنجکی بین جمعیتی پرتاب شده باشه و هر قطعه به یک نفر اصابت کنه 32 نفر کشته خواهیم داشت. از طرف دیگه با توجه به شکل هندسی خاصی که هر قطعه داره در فضا با حالت دورانی وارد بدن میشه و این حالت دوران و گردش خودشو تا چند لحظه ادامه میده. بنابراین باعث ضایعات بسیار سنگینی در انساج و اعضای داخلی بدن میشه. نوع دیگر نارنجکی است که هیچ گونه ترکشی نداره، صرفاً به منظور ایجاد وحشت در بین مردم مورد استفاده قرار گرفته. این نارنجک اگر در مسافت 5 متری شخصی منفجر بشه، اون شخص حس بینایی و شنوایی خودش رو به طور دائم یا موقت از دست خواهد داد. نمونه کاملتر این نارنجکی است. ماده منفجره بدنه چاشنی. بدنه این نارنجک در موقع انفجار به 410 قطعه تقسیم میشه، یعنی 410 قطعه به جهات مختلف پرتاب میشه و ترکشش از نوع اول بیشتره. نمونه دیگه نارنجک هاییست که به طریق ابتکاری به وسیله گروه های خرابکار ساخته شده، صرفا به 2 قطعه الی 3 قطعه تقسیم میشه، صرفا به منظور ایجاد وحشت در بین مردم از این نارنجک ها استفاده شده و یا اصلا تعدادی از آنها عمل نکرده. در مورد مواد منفجره نمونه ایست که ملاحظه میفرمایید دینامیت ها برای حمله آنها در بعضی از ظروف به این شکل جاسازی شده یا در داخل کیسه هایی بوده که توسط عمال بحثی برای خرابکاران فرستاده شده. در این کیسه تعداد 150 فشنگ دینامیت، فتیل باروتی مربوطه و دینامیت و چاشنی مربوطه در تعداد 100 عدد داخل کیسه قرار گرفته. در قسمت جلو مواد منفجره TNT، مواد منفجره قالبی و خرچهای پلاستیکی رو ملاحظه می‌فرمایید. از نظر قدرت میتونم به عرضتون برسونم که نصف بسته از این قالب قادره که یک تیراهن ساختمان رو از وسط کاملا به دو قطعه و کاملا متلاشیش بکنه. در قسمت جلو انواع مختلف چاشنی‌ها رو ملاحظه می‌فرمایید، چاشنی‌های الکتریکی، فتیله باروتی. انواع مختلف مواد شیمیایی که مصارف پزشکی داشته و در آزمایشگاه ها و داروخانه ها موجوده. براده آلومینیوم، کود شیمیایی، کرات پتاسیم، باروت، گوگرد، نیترات آمونیوم. مطلبی که در مورد این مواد شیمیایی اهمیت داره نحوه مخلوط کردن این هاست. اصولاً نسبت‌های حجمی وزنی این مواد شیمیایی اهمیت بسیاری داره در موقع ساختن ماده منفجره یا مواد آتشزا. گروه‌های خرابکار صرفاً با اتکا به مدارک دانشگاهی یا مدارک ناقصی که توسط عمال بر آنها فرستاده شده مبادرت به ساختن مواد آتشزا کردن، ولی عملیات آنها در مرحله اول تو هم با انفجار یا آتش بوده و هیچ گونه موفقیتی در ساختن این مواد نداشتند. وسایل آزمایشگاه، ظروفی که میتونه در مقابل فعل انفعال شیمیایی و درجه حرارت مقاومت داشته باشه. قیف جدا کننده یا دکانتاسیون،
دستگاه سانتریفیوج یا دستگاهی که میتونه عمل آبگیری رو برای خشک کردن پودر تی ان تی انجام بده، ظروف چینی کریستالیزوار و قیف‌های مربوطه. موادی که در این آزمایشگاه مورد استفاده قرار می‌گیره انواع مختلف اسیدهاست که در بازار موجوده، اسیدهای مختلف. در این قسمت دو دستگاه ملاحظه می‌فرمایید. این دو دستگاه به منظور ساختن ماده منفجره TNT یا تری نیترو تولوئن مورد استفاده قرار می‌گیره. یعنی ماده اولیه تولوئن در سه مرحله نیتراسیون می‌باشه در این دستگاه تهیه بشه. ولی با توجه که خرابکاران به اون فرمول‌های ناقص اتکا داشتن، در مرحله اول و دوم مرحله منو و دی رسوب به دست نده و عمل انفجار صورت گرفته و در هیچ مرحله‌ای به طور کلی تنتی توسط گروه خرابکاری ساخته نشده. آینامه‌های تخریب ساختن تنتی رو به طور کلی به واسطه این دستگاه‌ها منع کردن. ساختن تنتی صرفاً در کارخانه‌ها با دستگاه‌ها و با دستگاه اتوماتیک معمولاً انجام می‌گیره. در این قسمت انواع بمب‌های ساعتی رو ملاحظه می‌فرمایید. ساعت‌های معمولی، باتری و مواد منفجره که متصل به این ساعت‌ها خواهد شد. آینامه‌های تخریبی استفاده از این نوع ساعت‌ها رو برای بمب‌های ساعتی منع کردن، کما اینکه خود خرابکاران در استفاده از این ساعت‌ها اغلب تلفات سنگینی داشتن. قسمت جلو شراب مولوتوف یا بطری آتش‌زار ملاحظه می‌فرمایید که آماده است. نوع اولش در بطری ویسکی قرار گرفته و نوع‌های دیگه که فتیله داره مشخص کاملا. و نمونه دیگه خرجی رو ملاحظه می‌فرمایید که توسط عده خرابکار ساخته شده و قبل از اینکه به دکل برق، به دکل‌های فشار قوی که 132,000 وات برق رو به شبکه‌ها و محل‌های تقسیم می‌برن نصب بشه، توسط مأموری ضبط شده. در این قسمت انواع مختلف سلاح کمری رو ملاحظه می‌فرمایید. کالیب‌های مختلف 45 9 میلی‌متر 635 765 مارک‌های مختلف. در این قسمت گسله موزر آلمانی ملاحظه می‌فرمایید. 10 تیر. و برای دقت بیشتر معمولاً از این اسلحه از بمب‌داغ خودش استفاده میشه. نوع دیگه اسلحه براونینگ 14 تی 9 میلی‌متر خشابدار. نوع دیگه اسلحه های توپیس، تعداد 6 گلوله در داخل قرار میگیره و با هر عمل ماشه یک گلوله در میره. نمونه دیگه اسلحه های خشابی است، مثل نمونه 14 خور و اسلحه های مختلف دیگه که مورد استفاده قرار گرفته. در این قسمت مسلسله های هجومی رو ملاحظه می‌فرمایید. تعداد گنجایش خشاب 32 گلوله. برای دقت بیشتر بمب‌داغ این اسلحه باز میشه، آماده تیراندازی و جمع و کوتاه. سرعت تیراندازی مسلسل 600 تیر در دقیقه است، این در هر ثانیه 10 گلوله از این اسلحه خارج میشه. بنابراین اگر شخص به خصوصی را در بین جمعیتی هدف قرار بدن، تعداد زیادی جمعیت که اطراف اون شخصی هستن کشته خواهند شد. نمونه دیگه مسلسل های 32 تیر. برای دقت بیشتر بمب‌داغ و نظر میکانیزم و تعداد گلوله نمونه اصلی قبلی است. نمونه دیگه اصلی رو ملاحظه میفرمایید. به منظور دقت بیشتر گنجایش خشاب 32 گلوله. نحوه اسلحه هایی که فرستاده شده در داخل بسته که ضبط گردیده. نمونه مختلف مسلسل ها به صورت باز و در روی تابلوها ملاحظه می فرمایید.
تفنگ‌های دوربیندار، به کالیب‌های مختلف، اسلحه کمری که دوربین در روی اسلحه نصب و تنظیم شده. در این قسمت دستگاه‌های چاپ و ملازم می‌فرمایید که منظور پخش اعلامی از این وسایل استفاده می‌شده. نوع دستکارشه، با دستکار می‌کنن و نمونه‌های دیگه هست. روغن مربوطه، وسایل لازم برای جعل مهر، وسایل لازم برای تهیه پلاک اتومبیل با نمره‌های مربوطه، چرم و وسایل لازم برای تهیه نمره، جلد نارنجک و اسلحه. در این قسمت فرستنده و گیرنده که توسط بعضی از گروه ها مورد استفاده قرار گرفته ملازمی فرمایید و وسایل ساخت ابتدایی. در این قسمت اسلحه سرد، وسایلی که برای حمله به نگهبان مورد استفاده قرار میگیره، چاقوهای زامندار، کارت‌های مربوطه. نخ‌های نایلون که به این صورت بافته شده و وسایل لازم برای تغییر قیافه، کلاگیس‌ها، عینک‌های مختلف و مواد شیمیایی لازم برای بیرنگ کردن موی صورت و دست. ماسک ابتکاری که برای پوشش صورت به این صورت تهیه شده. مثل دیگه اجازه فرمایید خوش حال دیگه نیست. برنامه امروز در اینجا به پایان میرسد. متشکرم.